به نام یاد خدا و عرض و ادب دارم و تمام مردم افغانستان که از هر گوشه و کنار دنیا صدای مرا دارند. عزیزا دوستا، باز با یک برنامه جدید و خوب در خدمت شما هستم. مایز خان داوزه از چینل افغان دریمز. دوستا عزیزا، چینل ما را سابسکرایب بکنین و بیننده برنامه های جدید ما باشین و زنگوله را فشار بکنین. دوستای عزیز، بازم شما را خوش آمدید میگم به برنامه ما، که برنامه است که کاملا متفاوت با برنامه های دیگه ما. عزیزا، دوستای گرانقدر، همیشه برنامه ما را بیننده باشین از چینل افغان دریمز. عزیزا دوستا، امروز برنامه ما رابطه با یک شخصیت است که از کجا زندگیش آغاز شد و چطور تمام مردم دنیا با چهرهشان آشنایی پیدا کرد. چهره که همه مردم دوستش داره، همه مردم علاقمندش است و همه مردم خواستشان همی است که با این شخصیت، با این بزرگوار همیشه همدست، همراه و همیش کمک بکنن. عزیزا، این شخصیت غلام سخی هست و میپردازم به زندگی ازی که از کجا آغاز کرد و تا به کجا رسید و فعلا کجا حضور دارن و در کدام حالت هستن و چه قسم زندگی داشتن و در چی حالت زندگی میکردن. عزیزا دوستا، شما میتونین که در برنامه ما تصویرهای ازی جوان، ازی گرانقدر تماشا بکنین. غلام سخی شخصیت بوده که یعنی معتاد بوده با مواد مخدر. غلام سخی شخصیت بوده که در سرکا، در بیابانها زندگی به سر می برد و هیچ کسی در کنارش نبود، نه فامیلش، نه برادرش، نه همشیرش، نه خیش قوم و هیچ دوستی در کنارش نبود. بعدا غلام سخی در یکی از بیابانها به تصویر می آید و توسط یکی از خبرنگارها اونا میاین به تصویر و اما تو آیستا 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 اینا از زندگی خود قصه میکنن و شخصی بودن که همه را میخندانن، باور بکنن به گپای خود و گپایی که از غلام سخی همه گی میشنوان، خنده میکنن و و و و حشک میریزانن و دلسوزی میکنن که چی نو بتانن با غلام سخی جان کمک بکنن و همکاری بکنن و دستشانه بگیرن و میخواین مردم عزیز ما که غلام سخی در به شکلی که زندگی میکنن در زندگیش تفاوت بیایه، تغییرات بیایه و زندگیش از صفر به یک جای برسه که همگی تقاضایش، خواستشان همی است که به یک شکل یک انسان نرمال زندگی خود را پیش ببرن. غلام سخی بعد از این که در تصویر ظاهر میشه توسط خبرنگارها، توسط یوتیوبرها، غلام سخی میآید در تصویر، در مقابل مردم ظاهر میشه و مردم وقتی که غلام سخی را همراهش آشنایی پیدا میکنن و غلام سخی، باور بکنین، شخصیتی بوده که قبلا در زندگیش فکر کنم خیلی مشکلات بوده و بعدا اینا رای را، مسیر را انتخاب میکنن که کاملا متفاوت از انسانهای نرمال. اینا معتاد میشن و رای را همطور میگیرن و هیچ کسی نیست که دست غلام سخی را بگیره، هیچ عضو از فامیل از اینا همراهشان هم کاری نمیکنن و همطور غلام سخی را تنها میمانن. توسط خبرنگار که اینا به تصویر ظاهر میشن، هماین هستن و اونا شخصی هستن که ایره به تصویر میارن و بعدا همطور در بیابان ایلایش میتن و یک یوتیوبر و یک چهره مشهور دیگه که به نام اجمل حقیقی است، اونا غلام سخی را از دستش میگیره، در بغل خود میگیره و کوشش و همکاریش همی بوده که همیش غلام سخی را کمک بکنه، همکاری بکنه و چهره لبخند در ده 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 غلام سخی ببینه. دوستان عزیزا، غلام سخی آیستا 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 در زندگیش تغییرات می آید و
اماتور اجمل جان میگیره، غلام سخیره، یعنی به مردم دگام نزدیکتر میسازه و به مردم ایره نشان میده که غلام سخی چی هست و باید ما چطور بتانیم یک کسی که نیاز به کمک، همکاری هموطنهای ما داره، او را باید چه قسم همکاری بکنیم، چه قسم کمک بکنیم و از کجا به کجا باید برسانیم. غلام سخی جان بعد از مدت ها، بعد از همکاری مردم، بعد از کمک های مردم که از هر گوشه و کنار دنیا با غلام سخی جان کمک میکنن، همکاری میکنن و دستشان هم میگیرن، آهسته آهسته اجمل جان با فامیل غلام سخی معرفی میشه. بسیار با مشکلات فامیل از اونا را پیدا میکنه، برادرشان را پیدا میکنه، مادرشان را پیدا میکنه. حتی باور بکنین که غلام سخی وقتی که فامیل خود را میبینه، برادر خود را میبینه، مادر خود را میبینن، حتی اصلا نمیشناسه. اینقدر یعنی فکر کنین زندگی غلام سخی زیق شده میباشه و اینقدر گرفتاری ها دنبال غلام سخی میباشه که حتی فامیل خود را هم نمیشناسه. خب بعد از کار و دشواری های بیشتر اجمل حقیقی مدل افغانستان، غلام سخی را با کمک های مردم، با کمک شخصی اجمل جان، یک کار در زندگی غلام سخی جان میکنه که در زندگی غلام سخی بسیار تغییرات های مثبت بیاید. بعد از امی همکاری، کمک، غلام سخی جان میگیرن در یکی از شفاخانه هایی که در اوج معتادین نگهداری میشه، همون شکل که دیگه معتادین نگهداری بالایشان صورت میگیره، غلام سخی هم همونجا در او شفاخانه ادمیت میشه، یعنی در اوجه میبرنش اجمل جان حقیقی. بعد از مدت ها سر از او کار میشه و تداوی بالاخره غلام سخی جان به جای میرسه که بسیار تغییرات مثبت در زندگیش میاید. حال ما براتان بگم که غلام سخی جان فعلا هم مادر خودم میشناسه، هم برادر خودم میشناسه و هم در رویه و کردار، برخورد، چیشتن، خیستن، در تمام زندگیش تغییرات مثبت می آید و آیستا آیستا غلام سخی به شخص تبدیل میشه که مثل ما و شما زندگی نرمال پیش میبریم. فعلا هم غلام سخی جان در شفاخانه هست، بالایش تداوی جریان داره و دوستا عزیزا شما هم با غلام سخی آشنایی دارین، هیچ وقت غلام سخی را تنها نمانین، با غلام سخی همدز باشین، با ما همدز باشین. دیگه دوستای عزیز، ما میخوایم که براتان بگویم همیش هموطنهایتان کمک بکنین، همراهشان باشین در هر گوشه و کنار دنیا که هستین، در هر کشوری که زندگی میکنین مردمتان تنها نمانین، با مردمتان همدل باشین، همدز باشین. اگر میبینین که واقعیت یک شخص نیاز داره و به اوش کمک و همکاری که بسیار کوچک و کم است میتونه که در زندگی یک انسان دیگه بسیار تغییرات مثبت بیاره و زندگی از او را تغییر بده، شما اون را ایت وقت تنها نمانین. و دوستای عزیز، شما را همیشه خوبی ها و خوشی هایتان را میخواهیم، همیشه میخواییم که شما با ما باشین و چینل ما را همیشه بیننده برنامه های جدید ما باشین. ما همیشه میخواییم که با برنامه های جدید، با چهره های جدید در خدمت شما ظاهر شویم و تا به حالی که برنامه های ما را دیدین از شما جهان سپاس داریم. دیگه شما را زیاد وقتانه نمیگیریم، شما را به خداوند یگانه نمیسپاریم. خداوند نگهدار و مددگارتان. الله حافظ.